سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما همراهان عزیز. حامد هستم از شبکه تلویزیونی کافه ترید، در خدمتتونم با بررسی مزایا و معایب پلتفرم سی تریدر و مقایسه اون با متا تریدر. بعد ببینیم که سی تریدر چه ابزارهای جدیدی در اختیار ما میذاره در مقایسه با متا تریدر و چرا میتونیم بگیم که سی تریدر پلتفرم بهتریه و جذابتره برای تریدرها. خب وقتی که وارد فضای سی تریدر میشیم، با همچین صحنه‌ای روبرو میشیم، میتونیم از قسمت بالا سمت چپ وقتی منو رو باز میکنیم میبینیم که به ما یه قسمت واچ لیست نشون میده و یه قسمت که تمام ابزارهایی که اون بروکر در اختیار ما قرار میده رو بهمون نمایش میده. از قسمت واچ لیست، اولین ویژگی جذاب سی تریدر اینه که ما میتونیم بی‌نهایت واسه خودمون واچ لیست های متفاوت ایجاد بکنیم. به عنوان مثال من واچ لیست شماره 1 رو اینجا فعال میکنم و از داخلش میرم از قسمت فارکس 5 تا 6 تا 4 تا فارکس رو واسه خودم انتخاب میکنم و وقتی روش کلیک میکنم میبینم اون 5 تا 4 تا فارکس رو برام آورده. حالا میخوام یه واچ لیست دیگه ای انتخاب بکنم که داخلش استاک مارکت رو داشته باشم. وقتی که اینو انتخاب میکنم میام قسمت استاک مارکت، میتونم هر تعدادی که دلم خواست استاک مارکت داشته باشم توی این واچ لیستم و وقتی بازش میکنم میبینیم که این چارت ها رو به من نمایش میده. باز دوباره حالا این دفعه واچ لیست بعدی رو انتخاب میکنم و میخوام توی این واچ لیست شماره 3 خودم کریپتوکارنسی ها رو بذارم. میتونم از هر کدوم از این اسست هایی که در اختیارم قرار میده بروکرم انتخاب بکنم. حالا من اینجا دوست دارم که از واچ لیست شماره 3 من کریپتوکارنسی ها باشه: بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل، بیت کوین کش و آدا رو انتخاب میکنم و میبینین که اینجا توی واچ لیست من نشون میده. به همین شکل ما میتونیم بی نهایت واچ لیست اضافه بکنیم به سی تریدر و هر تعدادی که بخوایم واچ لیستامونو کم و زیاد بکنیم و هیچ محدودیتی نداریم. چیزی که توی متا تریدر متاسفانه در اختیار ما قرار نمیده و خیلی درگیری ما بود تریدرها با واچ لیست سازی و اگر بخوایم مثلا روی تریدینگ ویو یا پلتفرم های دیگه استفاده بکنیم هزینه واسه ما داره و وقتی که از اون پلتفرمی که داریم ترید میکنیم بخوایم بریم توی سایت تریدینگ ویو یا جای دیگه یه خورده زمان ما رو میگیره و اگر هم که مشکل اینترنت داشته باشیم خیلی خوشایند نخواهد بود واسه ما تریدرها. ولی اینجا سی تریدر دیگه این مشکل رو حل کرده واسه ما. تو اون پلتفرمی که داریم ترید میکنیم همونجا واچ لیستمون هم هست و خیلی دقیق میتونیم اینو بررسی بکنیم و استفاده بکنیم ازش. خیلی ابزار راحت و مناسبیه و یکی از بزرگترین مشکلات ما تریدرها رو حل کرده. حالا بریم دوباره روی فضای پلتفرم سی تریدر. وقتی که واچ لیستمون رو باز میکنیم این قسمت، روی هر کدوم از اسست ها که کلیک بکنیم اینجا چارتش رو به ما نشون میده. در کنار این واچ لیست سازی بی‌نهایتی که میتونیم داشته باشیم، یه گزینه جذاب دیگه ای داره به اسم به عنوان فضای کار. به عنوان مثال من الان اینجا 3 تا واچ لیست دارم که از داخل واچ لیست شماره 1 یورو یو اس دی انتخاب کردم. اینجا این قسمت رو اگه انتخاب بکنم از واچ لیست شماره 2 میتونم مثلا برم سهام اپل رو انتخاب بکنم. دوباره میرم از واچ لیست شماره 2 آمازون رو انتخاب میکنم. این دفعه واچ لیست شماره 3 بیت کوین دلار رو انتخاب میکنم. واچ لیست شماره 3 اتریوم و دوباره میرم واچ لیست شماره 1 مثلا پوند دلار انتخاب میکنم. میبینید که من 6 تا چارت دارم اینجا مجزا از هم دیگه که خارج از اون فضای واچ لیست های من هست. هر کدوم از این چارت ها رو یک کدوم از این واچ لیست ها انتخاب کردم. اینجا من یه فضای کار دارم و میتونم این فضای کار رو واسه خودم سیو بکنم. از این قسمت ورک پلیس وقتی که میام سیو ورکشاپ رو که میزنم توی فضای کار من اینجا سیو میشه. توی فضای کار من به اسم کافه ترید 1 سیو میشه و هر وقت که من اپای این سیستم بلند بشم برم پای سیستم دیگه ای بشینم و با یوزر پسوردم وارد سی تریدر بشم، هم این واچ لیست های من واسه من ظاهر میشه، هم این فضای کار من واسه من میاد و عین واچ لیست ها میتونم بی نهایت فضای کار واسه خودم ایجاد بکنم. بریم با هم دیگه ببینیم. الان من توی این قسمت ورک پلیس فضای کار شماره 1 خودم رو ایجاد کردم که 6 تا چارته که هر کدوم از چارت ها رو میتونم برای خودم تایم فریمشون رو عوض بکنم،
تغییر بدم، هر تایم فریمی که دلم بخواد میتونم بذارم و میتونم فضاهای کاری متفاوت ایجاد کنم. فضای کاری شماره 1 همینه. حالا میخوام برم توی فضای کاری شماره 2، مثلا اینها رو پاک میکنم، الان من فقط پوند یو اس تی و اتریوم رو نگه میدارم، میرم چارت رو باز میکنم، این دفعه میخوام یو اس تی کد داشته باشم، یو اس تی سی اچ اف رو داشته باشم و چارت اپل رو داشته باشم. این 5 تا این میشه فضای کاری دومم. دوباره میام اینجا انتخاب میکنم، میزنم کافه ترید 2. الان این فضای کاری شماره 2 منه. اگه روی فضای کاری شماره 1 هم کلیک بکنم، برمیگردم رو همون 6 تا چارت قبلی و اگه باز برم روی فضای کاری شماره 2 کلیک بکنم، میرم روی اون 5 تا چارتی که جدید انتخاب کردم. این قسمتش فوق العاده کار ما رو جذاب میکنه و خیلی راحتمون میکنه، مخصوصا روی اکانت هایی که چند تا تریدر با هم دیگه دارن روشون کار میکنن. تریدر شماره 1 فضای کاری خاص خودشو داره، تریدر شماره 2 فضای کاری خاص خودشو داره و این دوتا اگر چارت های شبیه به هم مثلا یورو دلار هر دوتاشون باز کنن، هر کدوم با فضای کاری شخصی خودش میتونه هر تغییراتی که دلش بخواد روی چارت یا روی اون تمپلیت چارت داشته باشه و هیچ مشکل و تداخلی با تریدر دیگه اتفاق نمیفته و این کار ما رو راحت میکنه که روی یه اکانت چند تا تریدر بتونن با همدیگه کار بکنن و هیچ تداخلی با همدیگه نداشته باشن. خیلی جذابه این واچ لیست نویسی و این فضاهای کاری که میتونیم ایجاد بکنیم روی سی تریدر، چیزی که روی متا تریدر تا حالا نداشتیمش و همیشه باش درگیر بودیم. در قسمت‌های بعدی من سعی می‌کنم جذابیت‌های دیگه و اون ابزارهای جدیدی که داره در اختیار ما قرار میده سی تریدر رو بهتون معرفی بکنم. یکی دو تاش هست که خیلی جذابه واسه خودم و هنوز بهتون نگفتم. قسمت‌های بعدی رو حتما دنبال بکنید، اونجا بهتون توضیح میدم. خدا نگهدار.